بیننده های عزیز، بازم خوش آمدین. در میز برنامه خارخنده هستیم و موضوع بسیار جالب و همچنان در برنامه میگنجانیم و بیان که فعلا از میمون عزیز خود میپرسیم که کدام وقت هم شده که در کدام ماموره کدام خانم ملاقات کرده باشیم و گفته باشیم خودت بسیار زیاد مقرور هستی. خب نمیفهمم، خوشبختانه متاسفانه اولین بار خیلی از دوستایی که من رو میبینن احساس میکنن من آدم بسیار مغرور و پوکی هستم یا نمیفهمم به خاطر چی هست که شاید خیلی ها خیلی راحت با ما مچ نمیشن، اما بعدها میبینم که همونا از دوستای خیلی خوبم هست. مثلا مدینه جان که الان هم معاون من هست، هم سه سال است که شب روز چسبیده به من جلال نمیده، حتی به زور میکنمش، با لگد میزنم که برای خانش. او آدم شاید دو سال من میشناخت و دو سال گفته بی‌نظیر جان سلام به من نمیداد. میگفتم چرا در کافی شاپ میدیدمش برابر پسانا که با ما آشنا شد میگفت. من فکر میکردم تو بسیار یک آدم مغرور، از خود راضی، خیلی قده. این مشکلات همیشه امرای ما برخورده. یک از همکارای بسیار خوب مو هستن، البته دمی خود دفتر ما کار میکنه، دختر خانم بسیار مهربان، میگه زمان که ما خود دفتر داخل میشیم ما فکر میکنم که امرای از آینکای سیاه چقدر یک دختر مغرور داخل میشه در برنامه داخل دفتر میشه. و زمانی که یک دو بار اومدن امرای ما صحبت کردن، میگه تو چقدر دختر مهربون هستی، یار دیگه منو محکم گرفته. دیگه آلما میگه من خدای چی شده؟ میگه من تاول فکر میکنم خودت بسیار زیاد مغرور هستی، لیکن حالا که میگم امرای صحبت میکنم میگه تو فکر میکنم تو مهربان ترین دختر هستی. اما بعضی وقتا سونیا جان بازی نمی اینمی اتفاق قصه کردی، این برعکس هم شده میتونه. یک تعداد زیاد دوستای من، دوستای فیسبوکی که من از نزدیک ندیده بودن، فقط عکسای من در فیسبوک دیده بودن، نمو شناخت، یک سلام کلام ازم رو فیسبوک داشتیم. یک جای ما تصادف برابر شدیم، یک محفل کلان بود و یک ما داخل شدم که همه ما عادت دارم من میارم برم به همه سلام میتم، اتو نمیگم احمد محمود کی رو میشناسم، به همه سلام میتم، یک سلام عمومی عمومی. باز بعضی وقتا یک شوخی هم میکنم میگم سلام به همه اعضای کابینه، یعنی برای همه سلام میتم، یک شوخی هست همیشه. و باز کسایی رو که نزدیکتر بشناسم باز نزدیک میرم، خوب است این ساعت شما خوب است. وقتی که ششتم یک دفعه خوکم شوخی مذاق وقت میز نان دیگرا چی میگه، میگه دختر فیسبوک چه سعی کنی عکسای چه سعی کنی، میگه چی دختره که معصوم عاجزه یه خوش شیطان برعکس همین درست خانم ها متفاوت می باشه همیشه. بدترین قسمت یک خاطره یک دوست می است که فکر می کنه من بسیار آدم چی هستم، معصوم و چی می گنم بسریت نرم بسیار معصوم فکر می کنه مرچه بی آزار دیگه، مسچه بی گناه، مسچه بدبخت بیچاره. و بعدن که باز دیده، باز مخصوصا که بعضی از صدمات هم از من ناشی از من زندگی خارج شده، بازی باعث شده بود که بزرگترین شکست خود در زندگی تجربه کنم. و از آدرس ویدیو از آدرس من خیلی متاسفم که نمیتونم واضح تر از این صحبت بکنم. من میشناسمش یک تعدادش هم من میشناسم ترانم جان. نه یک شما بخی میشناسم. و ما در آخرین روزی که دیگه قرار بود مقاطعه شوه و تمام شوه، بر ما گفت که این انسان شیطانی در کجای بود که ما امروز دیدم چرا در روز اول نشانش نداد، پنهان کرده بودی. امی دیدار خانم ها کمیشه هست متفاوت است و زمان که ما امروز یک خانم ملاقات میکنیم در اولین ملاقات یعنی بسیار در کنان همدیگر همدردی میداشته باشیم، بسیار مهربانه، یعنی او درد خدا بر ما میگه امروزشان صحبت میکنیم. بعض از خانم ها هستن که خانم بدی که میباشه، یعنی یک خانم بسیار مغرور سر تیم میتا دیگه نه مقابل از خانم باید دیگه تیم بتیم. یکی از خانم های دیگه اول اصلا عمل از سونیا براستی این کار هم میکنه نی مثلا او که زمان کو کار انجام میتن مثلا یه خانم بیا که شروع تیم به دوستان همو کارا میکنی. نه ما هیچ وقت از بالا کس تیم ندادیم و زمان که اگر امروی ما بسیار به درستی کسی صحبت کرده از او کاره بیشتر کوشش کردیم که به بسیار مهربان تر امروی دو صحبت بکنم بسیار، یعنی احساسات از در نظر داشته باشیم. خودمانی زد گفت چطوری تو چیکار میکنی با لغت میزدی؟ بازم میگم ما هیچ وقت همیشه یکی از اشخاص بود از زندگی، یکی از خارخنده بسیار خوب من بود، گفتم میدارم خارخنده بسیار خوبم، همیشه کوشش میکردم که برای یک کار بسیار خوب بکنم، لیکن باز بر سبایش میشد که بر من یک پلان دیگه میگرفته نظر. باز من در پشت مردم یعنی بعد سوال هر روز براتون نو میشد من بازم برای ازو کوشش میکردم مهربان تن تا زمان کالر پیشش دور شدیم آل بسیار چی میگم پشتم میمونه. بعضی ها طوری هست که بعضی ها غیر قابل پیش بینی هستن، یعنی هر روز شخصیت تازه دارن، هر لحظه در هر فضای یک شخصیت نو برای خودشان میگیرن، ثبات نداره، یعنی ثبات شخصیتی کمی دارن، ولی در مجموع آدم ها یک شخصیت ثابت دارن که متاسفانه در
عصری که ما زندگی میکنیم آدم یک شخصیت خصوصی داره، یک شخصیت اجتماعی داره. این باعث میشه که آدم به دورنگی بندازه، دورنگی فکر در مورد همدیگه بندازه، آدم مجبور شوه که صبر کنه صبر کنه تا که او شخصیت اصلیش پیدا کنی. و در ما خانما چون ما کمتر اجتماعی هستیم، بنابر قوانین و بعضی از موضوعات عرفی و سنتی در جامعه ما کمتر در اجتماع با هم در ارتباط هستیم. شناختن مردا خب برای ما بسیار بسیار مشکل است، بسیار. و مردا چون بسیار موجودات اجتماعی سیاسی هستند، اونا خب باز بیخی دو سه تا شخصیت دارن. 3000 تا چهره دارن. سه 4000 تا چهره دارن. همون یک فیلم بود، سریال بود، مرد 1000 چهره. مرد 1000 چهره. شفافم میگم در افغانستان بیان باید 4 5000 چهره شه. بسازن زیاد تفاوت چهره در مرد افغانستان. سریال چند چهره بود؟ مرد 1000 چهره. اینجا 5000 چهره شه. به هر ترتیبش به این اساس باز و ما نظر ما این است که آدم خودش باشه. نمیدانم که چقدر تانستیم که نقش خودم بازی کنم، که خودم باشم، حتی در صفحه تلویزیون خودم ظاهر شوم و خودم باشم. ولی من میخوایم که سوگند یاد بکنم که در هر جایی که مرا دیدن خودم بودیم. ما چی تو بودیم؟ من نگفتیم. از تو یاد کردم دیگه، یاد نکردم؟ نه یاد نکردی، از بی‌نظیر یاد کردم. از مرا گفتین، از ترانم جان. از ترانم نگفتم. ترانم برای بار اول که آمد از اونو ایران فراریا فکرم از ایران فراریا است، به خاطر که یک جایی از شخصیتش بسیار زیاد لباسایش و مو تیپش، رنگایی که با هم یک جای میکنه، اینا بسیار بر شما این است. و این تیپ از دخترای بسیار بسیار فینسی ایران است که موهایش مثلا رنگ موهایش همیشه باید تر و تازه باشه، تغییر نکرده باشه برای فردا. این دو شامپو که بخوره باز یک رنگ باید بکنه، رنگ ابروهایش به موهایش باید مچ کنه و پشتای چشمش اینا. و آرایشش خیلی برش مهم است. نمیفهمم هیچ گاهی ازش تلاش نکردم بپرسم که چهره اصلیش دوست داره یا نداره، گرچه چهرهش خیلی تغییر نمیکنه در آرایش. و همیشه خودش دوست داره آینه میبینه، باز یک بوس هم داخل آینه رو میکنه. و دیگه ای که دختر رنگای شخ شخ و امی دستکش هایش حتی باز یک خاطره جالب دیگه ایش ما قصه میکنم که بسیار جالب است. همه تان خود خندیده دستکش ما گرفته بودی؟ نه 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 او باشه باز دستکش هم قصه میکنم اما دستکش سر خواهد شما نمو اوش خودت قصه کن اوش خودت قصه کن اوش خودت قصه کن بیاین ام خودت قصه بر ما قصه بکنی چی رو بگم؟ اما قصه یه دستکش نه او نوش جانش فده سرش اما تو که من چادر ویدا جان به زور گرفتم، ویدا جانم آمد به زور دستکش اینا رو نه من دوزدیدم چون دستکش یا دقل من خیلی آدم خوب بود و من به زور گرفتم نه چهار تا دستکش هم گم شده کجا شده؟ نه فقط یک جز دو جز چه من دوزدیدم نه مقصد بر من اعتراف کرد که من دستکش سرخه دستکش سرخ از شما کن؟ دو تا دستکش سرخ چرمی داشتم، یکیش ساق بلند بود یکیش ساق کوتاه. گفتم خیرم بود کوتاهش از تو باشم بلندش از من بلندش از فر باشه. اگر یکی میداشتم حتما ازش میگرفتم. پس منتها شد دو تا داشتم گفتم خیر باشه. بسیار خوب. یکی از البته باید اینکه چرا دستکش میپوشی؟ خیلی مزه من سوال تا حالا نتونستم از چرا دستکش میپوشی معمولا؟ در تابستان هم دستکش میپوشم. من دستکش های گیپوری و دستکش های نخی نمیفهمم، شاید به خاطر حفاظت از دست یا به خاطر آلودگی هم. من تا در ایران هم همینطور میپوشیدم، شاید یک نوع عادت شده باشه برای من که همون پوشش من دوست داشتم ست باشه با بقیه لباس هایم و همون یک نوع شاید کلاس گفته میشه نمیفهمم. من تا با همین طرز دید من عادت کردم و شاید از من خوبتر کم که کلان شده. چی معلوم میشیده یعنی؟ امی شیوه زندگی را چون از اول عادت کردم دوست دارم. نمیخوایم خیلی آدم بیچاره و غریب و خیلی. دوست ندارم. زندگی بیچارگی را دوست ندارم. واقعیت. دوست نداری. از اون و دستکش باعث میشه که تقویت کنه؟ بحث دستکش نیست فقط. من چون دیدی که کلاه ما تا اینکای ما بیشمار اینک شاد داشته باشم که هم رنگ لباسای ما است. حتی جورابای ما هم رنگ لباسای می پوشه. یعنی ست بودن عادت کرده. تمام درآمد درون موزایش هم رنگ لباسای مال میشه که یک بسیار منظم.